سلام به روی ماه تک تکتون حالتون چطوره؟ خب قبل از اینکه بریم درس امروز رو شروع بکنیم واسه عزیزانی که تازه به کانال زبان دات اومدن باید بگم که اسم من مهنازه و بیش از دوازده سال هست که تدریس زبان انگلیسی دارم و توی این کانال هم هم آموزش رو بر اساس کتاب های مختلف و هم آموزش های رو از مطالب پرکاربردی که خارج از کتاب ها هست رو واسه اون قرار میدم درس امروز در مورد چیه بچه ها؟ جمله های انگلیسی که توی اونها از عادت داشتم استفاده میشه مثلا میخوایم بگیم که قبلا عادت داشتم خیلی علکی پول خرج میکردم یا من قبلا عادت داشتم موهای خیلی بلندی داشته باشم این جمله ها رو توی انگلیسی بخوایم بگیم بچه چطور گفته میشن اما مرسی که ویدیو رو لایک میکنید مرسی که کانال رو سابسکرایب میکنید تو قسمت کامنت ها هم برای من بنویسید در مورد چه مطالبی دوست دارید که واسهتون در کانال محتوا تهیه بکنم آموزشش رو قرار بدم ببینید کلمه یوز خودش تنهایی یعنی چی بچه بله یعنی استفاده کردن خب حالا من از این کلمه میخوام استفاده بکنم چه جالب از این کلمه میخوام استفاده بکنم میخوام یوز بکنم که این عادت داشتم رو بسازم حالا چطوری؟ بچه کلمه یوز رو میذاریم انتهای اون ایدی اضافه میکنیم و میشه یوزد و حالا بعدش یه دونه تو یوزد تو خیلی جالبه معنیش تغییر کرد دیگه اصلا یوز اینجا معنی استفاده کردن نمیده معنیش چی شد؟ عادت داشتن پس یه فعل با این تغییراتی که روی یوز اعمال کردیم ساختیم یه فعل جدید با معنای عادت داشتن used to used to حالا بریم ببینیم تو مثال ها چطوری از این used to استفاده کنیم که بگیم یه عادتی رو در قبل داشتیم در زمان گذشته که الان دیگه اون عادت رو نداریم اوکی مثلا I used to play tennis a lot but I don't play very much now بچه ببینید used to جایگاه فعل رو گرفته و یه نکته مهم بعد از used to باید اون کاری که قبلا عادت داشتید انجام بدید ولی الان دیگه انجامش نمیدید فعلی رو بعد بذارید که قبلا انجام میدادید الان انجام نمیدید و اون فعل به شکل کاملا ساده باید توی جمله قرار بگیره I used to play tennis وقتی این جمله رو تو جمله بندیاتون میگید مخاطب متوجه میشه که آها قبلا تنیس بازی میکرده الان دیگه بازی نمیکنه I used to play tennis a lot یعنی عادت داشتم خیلی تنیس بازی بکنم مثلا قبلا عادت داشتم تنیس بازی کنم but I don't play very much now ولی الان نه الان دیگه خیلی بازی نمیکنم I don't play یا این یعنی مثال David used to spend a lot of money on clothes دیوید used to spend a lot of money. یعنی دیوید عادت داشت که یه عالم پول واسه لباس خرج کنه. یعنی میرفت خیلی لباس میخرید. These days he can't afford it. These days he can't afford it. اما این روزا دیگه از پس هزینش بر نمیاد. پس دیوید قبلا عادت داشته که خیلی لباس میخریده اما الان دیگه از پس هزینش بر نمیاد. used to spend spend یعنی خرج کردن پول تو این جمله یعنی خرج کردن پول used to spend یعنی عادت داشت خرج بکنه پول برای چی برای لباس ولی الان نمیتونه اما اگه بخواید حالت منفی شو استفاده کنید یعنی چی مثلا بگید که من قبلا عادت نداشتم اما الان اون عادت رو دارم چی کار میکنیم بچه ها میدونید وقتی می‌خوایم در مورد گذشته صحبت بکنیم یه فعل کمکی که مربوط به گذشته است رو به من بگید دید باریکلا دید این مربوط به زمان گذشته در زبان انگلیسیه حالا اگر بعدش نات بذارم دید نات مخففش میشه دیدنت به کمک این میتونم جمله ها رو برای زمان گذشته منفی بکنم پس قبل از used to باید didn't قرار بدم اما یه نکته اینجا هست که حتما باید رعایت بشه بچه وقتی دیدنت رو قبل از یوستو میذارید که حالت منفیش رو بسازید ایدی رو از انتهای فل بردارید این یه قانونه پس دیدنت که بیاد تو جمله ایدی از انتهای فعل برداشته میشه مثلا میخواید بگید که من قبلا اصلا عادت نداشتم کتاب بخونم ولی الان میخونم I didn't use to read book. but I do now. I didn't use to. I didn't use to read book, but I do now. I didn't use to. یعنی عادت نداشتم رید بوک کتاب بخونم But I do now ولی الان چرا؟ الان کتاب میخونم انجامش میدم این کارو I didn't use to drink coffee. یعنی من قبلا اصلا قهوه نمی خوردم. But I drink it every day now. اما الان هر روز قهوه می خورم یا هر روز قهوه می نوشم. پس اگه بخوام درس رو جمع بندی بکنم برای کاری که قبلا عادت داشتیم انجام بدیم اما الان رو نداریم از used to استفاده می برای منفی این حالت هم که بچه کافی قبل شما یه دیدنت بذارید اما ایدی رو از انتهای یوز بردارید. خب حالا این جمله رو شما به عنوان تکلیف تو قسمت کامنت برای من بنویسید. قبلا عادت داشتم هر ماه برم سفر یا قبلا هر ماه میرفتم سفر اما الان نه. سفر رفتن رو که میدونید travel, travel این مثال رو تو قسمت کامنت ها برای من ارسال کنید. باز هم میگم لایک، like, سابسکرایب و کامنت یادتون نره. مرسی که تا انتهای این ویدیو همراه من بودید. فعلا خداحافظ.